چرا خیلی تا یه حد که یک حکومت و مسلمان را کافر میگین چرا خیلی بحث میکنین؟ اینال بیاین مواردوار یا امی بخش بخشش برای ما بگوین در کجا تجاوز شده در کلیشه اینه که در 20 سال اتو کردم ولی در یک کشور دیگه که میرن فرض مثال در کشور ناروی در اینجا برهنه شدن آزاد است. شما میتونید برهنه در جاده هم را برین. ایناله اینا حق دارن که در ناروی برهنه مثال میگم شاید دید حقیقت نداره شاید در بیچایش مجازه نباشه ولی مثال است. ایناله امی فریتین کرام دستپانی هم ازدواج است هم در یک جزیره هم است در فرانسه یک جزیره است کلان مردم برهنه زندگی میکن. ببینید اینال شما میرین در اون جزیره فرانسه مکمل برهنه زندگی میکنه طبق قوانین اون منطقه که حاکم است. شما اون قوانین را میپذیرین اما در یک کشور اسلامی که بیشتر از 90% مسلمان است و یک نظام اسلامی را دوست داره من میگم شما بر اساس کدام منطق میان قوانین از اینا را دشان میگیرین میگن غیر انسانی است توهین میکنین میگن دور بیاندازین هزار حرفی که خودتان دوست دارین میگن راجع به قوانین اون ملت. پس چرا شما روسیه را ملامت نمیکنین که ازدواج همجنسگرایان ممنوع است؟ وی دوگانگی به وجود میاد جناب کاوش عزیز. شهزاد جان اجازه است عزیز من؟ بله سوالش فکر میکنم منطقی بود. من خلاصهش بسازم کمی پراگنده بود. منظورش ای که هر کشور حق داره برادر گل چی خوش تو بیای چی نبیای شاید این قانون خود خوش نبیای در روسیه مثلا همجنسگرا ازدواج شاید مخالفش باشی اما قانون است تو باید پیروی بکنی ولی در افغانستان هم قانون است کسانی که مسلمان هستن قوانین اسلامی پیروی بکنن مشکل چیست این سوالات چی بود؟ خواستم قسمت آخرم برتان بگم جناب کوش عزیز که در ولایت غزنی یک زن سنگسار میشد بیشتر از 20,000 نفر 18,000 نفر اونجا جمع شدن تماشا میکردن یعنی عموم مردم عموم جامعه اونامو قانون رو میخواین شما بر کدام منطق میخواین که قوانین را که اکثریت مردم میخواین شما اون قوانین نقد کنن یا بگوین که به درد نمیخوره باید از جامعه برداشته شن؟ قبل از این که جواب نه نقد میتونم بگم فقط به خاطر از این که خدای نکرده به نزاکتی در بس نشده باشه من رفتم یک کمی کار داشتم کاوش صحبت کرده رسید به او خاطر مزایمت نکردم بفرمایید. بفرمایید. ببینین آقای امیری صاحب ببینین نقد میتونن بکنن خب یعنی هر کس حق داره در مورد قوانین هر کشور نظر خود را بتایید ما نمیتونیم بگیم چرا گفت میزنید ولی خب دلیل من شهزاد عزیز من گفتم نقد تامینامیز چی میگن بر مثال میگن که پیامبر زن ببخشید من گپ نمیزنم میگن پیامبرتون با چند زن در یک شب به مثال اینی کار انجام داد اما در یک جامعه دیگه مثلا ترکیه یک کشور سکولار است شما دیدین که یک سرمایه‌دار ترکی با 40 زن در یک شب رابطه هم داشت ولی این که با کلش جماع صورت گرفتن مهم نیست ولی در یک اتاق 40 زن بود چرا اون فرد نقد نمیشه در یک جامعه سکولار پس چرا یک نظام اسلامی نقد میشه؟ بفرمایید کاوش عزیز. من خواهشم از کاوش عزیز پیش از اینکه جواب بدهید من خواهشم این است که امیر از لحاظ جامعه شناسی اجتماعی و سیاسی جواب بده نه برین بعضی او طرف اومده جنجال بندازین اگر کدام عالم دین اینجا پایین بود و علاقه من بود که بیای با کاوش دفاع مناظره بکنه باز چشم من اینجا هستم به طرف به عنوان گوینده شما باز در دویتون میتونین مناظره بکنین فقط لایف کنترل میکنم ولی من چون اینجا نمیتونم هیچ کس دفاع کرده نمیتونه از چیزایی که خود میگه من خواهش من است لطفا بس از عزیز خوب باز من افراد میشناسم مگر کوش عزیز خواست که بس دین رو پیش کنه باز مدراتور کردی باز بالا میاره میشن فعلا امی سوالم از لحاظ اخلاقی و جامعه شناسی پاسخ بدم درست امیر من صحبت من بود بفرمایید خب بالا سوال را باید دینی نشه گفتم من کوشش میکنم که دینی نشه ببینین عزیزان دل ما مغالطه داریم به نام مغالطه توسل به اکثریت این مغالطه در گفتگوها وقتی به وقوع میپیونده که طرف میگه فلان عمل پیروان زیادی داره پس عمل خوب است مشکل شما چیه هر عملی که گویا پیروان زیاد داشته باشه اون پیروان زیاد باعث میشه که درست بودن اون عمل را نشان بده در حالی که این حرف اشتباه است آقای امیری شما مغالطه اکثریت متوسل شدید گذشته از این مسئله چون مردم افغانستان زیادتر شناخت مغالطات ندارن اکثریت به مغالطات دوچار میشن خوب از سفسطه نمیکنین مغالطه میکنین مغالطه مشکلی نداره سفسطه مشکل داره اگر میدونستین شاید نمیگفتین این حرف را حالا ببینین عزیز دل برادر مثلا در
کشور ما به کدام مسائل زیادتر میپردازیم؟ فعلا برای ما در افغانستان حقوق دیگر هم جنسگرایان برای ما آنچنان مهم نیست که حق تحصیل برای خواهر و مادر من و تو مهم است. برای ما در افغانستان تطبیق احکام جنایی بریدن دست، سنگسار کردن، کشتن زنان، زدن زنان مهمتر است تا اینکه دو تا همجنسگرا را چرا برایشان دکومنت نمیتین یا اسناد نمیتین که اینا زندگی مشترک داشته باشن. اینا برای ما مهمتر هستند و ما فعلا درگیر مشکلات وطن خودم هستم. در همین روسیه که شما میگین بله ما اگر دو تا همجنسگرا باشه اجازه ندارن اینا ازدواج رسمی کنن، اما زندگی شخصیشون را کس کار نداره. با زندگی شخصی اینا که از کار نداره، میتونن مثلا دو مرد دو زن با هم دیگر زندگی داشته باشه، اما راجستر کردن هم میتونن خودشون را. بله این حرفتان درست است، من تمام قوانین اینجا را میدونم. و مسئله اساسی دیگری که میمونه، ببینین مشکل اساسی و انتقاد ما در برابر این موضوعاتی که امروز آمده در افغانستان، مثلا در افغانستان با کودک ها ازدواج میشه. آقای امیری با کودکان ازدواج میکنن، ما نمیتونیم این را انکار کنیم. چرا من مخالفت با این امر دارم؟ به خاطر که حقوق همجنسگرا برای من مهمتر است. ازدواج و تجاوز بالای کودکان نیست. به این خاطر است که من میپردازم به مسئله مهمتر از حقوق همجنسگرایان، به مسائل مهمتر از این مسئله که حقوق همجنسگرایان به اندازه برای من مهم نیست که کودک در رخت خواب در زیر رابطه جنسی مرد بزرگسال جان خود از دست بده. خب مسلمانان افغانستان وقتی هموطنان ما با کودکان ازدواج میکنن، دلیلشان برای ازدواج کودک چی است آقای امیری؟ قرآن و سنت از دیگه جان دلم. ما نمیتونیم این کار کنیم. میگن چون پیامبر کرده بود ما میکنیم، چون پیامبر فلان چیز را انجام داده بود ما انجام میدیم. حالا اون مردی که در کجا شما گفتین مثلا در یکی از کشورها با 40 تا زن یک شب همخوابگی میکنن، اون مرد آیا سنتی به هموطن ما تو گذاشتن؟ نگذاشتن. اون مرد آیا این سنت خود را مقدس پنداشته که دیگران باید انجام بدن؟ نپنداشته. به این دلیل است که ما به او گیر نمیتم. اون یک عمل شخصی خودش است، پول داره بابا جان، میره روسپی خانه جور میکنه. ما کدام ناف زمین که نیستم عزیز من برم به روسپی خانه اونا کاری داشته باشم که چرا چنان شما چنین روسپی خانه ای را دارید. اما اگر مقدس میشه، اگر اونها بیان روسپی خانه مقدس بسازن و بگن اگر افغان ها از این روسپی خانه پیروی نکردن و نرفتن روسپی خانه نساختن، پس اونا چی هستن؟ تکفیر میشن و باید جانشان را گرفت. بله ما در برابر اون آدم هم اجازه دارم نظر بدم. اگر مقدس نشه این خرافات، ما با اونا مشکلی ندارم. عزیز من عمل شخصی باشه، برای ما آیا ربطی داره که 1400 سال قبل در عربستان چی کسی با چی کسی رابطه جنسی داشته؟ نه، مهم امروز تاثیراتش بالای وطن و هموطن ما از جان دلم. مهمی است برای ما، نه این گونه ها چه کارهایی را انجام دادن. فقط یک موضوعی که در ایجه هست کاوش نازنین، عالمی یک نفر چطور بر خود صلاحیت بده که بیاید در رابطه به خواهر و مادر یک کسی که چی مسلمان است، چی حتی آزاداندیش است تصمیم بگیره؟ خودت نظر خود بیان میکنی، درست است، هر کس حق داره، اما خودت مثال میایی از حقوق خانم ها که میخوایی دفاع کنی، مگم امی بهتر نیسته که امو خواهر شما به مساوی ناموس و خواهر ما بوده باشه و انشالله که شاید درک کنی که در ناموس داریم و افغان ها شک و شبه نیست و کسایی که اگر بودن اونا باید خودشان چی شوه، یعنی کسایی در تاریخ افغانستان بوده که به ناموسی های را انجام دادن، ما احترام داریم. چرا خواهر محترم خود ما و شما از شما منظور مسته نمیاید در رابطه با حقوق خود صحبت نمید؟ آیا شما حاضر هستین در فرهنگی مانند افغانستان اسم مادر جان بگیرین، اسم خواهر محترم بگیرین در رابطه با چند خواهری که شما دارین با افتخار بگوین اینی خواهرای ما فعلا در فلانه کشور زندگی میکنه، اینی خواهر ما با فلانه مرد عروسی کرده، نمیفهمم چند اولاد داره، اینی تحصیلاتش است، اینی تصویرش است؟ چرا ما و شما میاییم همیشه در زیر چتر و مردم دیگر پوشش قرار میدیم و کارهای خود میخواهیم بکنیم؟ اینمی مشکلات ما است. به فرض مثال یگانه سوالی که همیشه مرا امی لحظه واقعا خود ما تو رنج میده به مسابقه یک انسان بگویم که وقتی که اگر ما دموکراسی را فعلا قبول ندارم پس چی میکنم در این کشورم؟ ما شاید بعض دوستا خبر داشته بوده باشن که من چند سال میشه میگم که باید ما اروپا را ترک کنم به خاطر ای که وقتی که ما ادعا میکنم که با وطنم صلح آمده، پس حق داره یک کسی که سوال کنه که صلح آمده خیلی تو دیگه چی میکنی؟ اگر تو میخوایی که در زیر چتر قانون اسلامی زندگی کنی پس چی میکنی در پیش اینجا؟ یک مشکلات بود، یک دوره تاریخی بود، آمدی پس بخی برو. این رو ببرید در حضور داشته تمام دوستان میگم
در خودت میگم که اوشو نازنین، که من شخصا اینا برات میگم که در وقتش شاید یکی دو ماه چون امی موتر باید سودا شوه و خانه باید میفهمی یا قرارداد می باشه و خیلی بگم بزنس که کوچکی سوسو که با مردم آدم داره یا او را سودا کنی یا برای یک کسی دیگه متعلق بسازیش، امی موضوعات ختم شوه به زودترین وقت، شاید یک ماه بود، شاید دو ماه بود، شاید سه ماه بود، ما بخیزم برم بخیر افغانستان. اینا لیده به خاطر مثال دادم موضوع شخصی میسازم که من آماده استم وقتی که در یک راه استاد استم، اینمی اگر مزایای هم داره اروپا امیر از دست بتون برم دموجه. خودت وقتی که از حقوق خانم ها دفاع میکنی چرا تشویق خود خانم ها را نمیکنی که بخیزن از حقوقتان دفاع کنه؟ اگر شما خسته نمیتونین از خود دفاع نمیتونین، نه خواهر نازنینم به نام فلانی است، من تضمینش میکنم در فامیل ما بزرگ شده، میشه که بالا از اعتماد کنه. چرا این موضوع نباید باشه؟ یک همجنسگر وقتی که میخواد که در رابطه با همجنسگرایی صحبت کنه، خب خودش با بگذار که صحبت کنه. وقتی اگر زبان صحبت نداشته بوده باشه، خب چی رقم اینی گپاس؟ به نظر خودت آیا بهتر نیست که بجای خودت خواهر عزیز ما بیایه، بجای از این که احمد مسعود بیایه در رابطه با حقوق زن صحبت کنه، خب خانم محترمش خواهر ما بیایه صحبت کنه، یا مادر جانم احمد مسعود بیایه صحبت کنه، یا استادتایی که در رابطه با حقوق زن و بشر صحبت میکنه، خب بیا خانم محترم استادتا صحبت کنی از محقق. خب کم هم ندارن، هر کدامش سه تا چهار چهار تا دارن و یکیشا بکشنده میجه. مشکل ما اینی است، امی عقاید و نظریات ما باعث میشه که ما به هر خرابی دست بزنیم. یعنی خودت این امیال به خاطر کوباندن اسلام شاید خدا نکنه توهین نشه یا اتهام بسته نشه، شاید آماده باشی خیلی کارا رو انجام بدی تا که ثابت بسازی بالاخره این امی درست است و اونو غلط. و اکثریت امی کارا را کرده، به شمول خودم که در قبل میکردم مثال دادم که یک ویدیوی پخش میشد که چهار نفر اسکلتش معلوم میشه که با یک گاو یا یک گلاوریتون با یک مرکب نزدیک میشه، بدون ازی که ما بفهمم که افغان است، در امریکا است، چی است، علاوه طالب اینا چهار نفر با یک ایوانی کارا کردن. آیا نظرت با نظر ما موافق است یا مخالف که اگر یک خانم بیاید صحبت کنه، به فرض مثال خواهر محترم شما بیاید صحبت کنه، خود خودت در رابطه با حقوق خانم ما خواهر ما صحبت میکنی؟ چون افغان هستیم تو خانه میشه که مستثنا از جمیل دیگه باری صحبت میکنم، پس خواهر محترم چرا معرفی نمیکنیم که بیاید صحبت کنه؟ مایکت بس از کاوش عزیز، فکرم میبندم چون از ما اینجا بعضی الارماس میگم مزایمت نکنن، مشکلات ایجاد شده در منطقه. ببینین شهزا جان، قبل از اینکه من در مورد سخنهای جمیل جان صحبت کنم، لطفا افرادی را که میدونی که من چی کسا را بایکوت کرده، من با اونا سخنی ندارم در باب اسلام. من نامهاشون را میخوانم کاوش عزیز، من یه نامه را میخوانم باز خودت. خب چهار نفر هستن که من اونا را ابرویشون صحبتی ندارم، حالا اگر میامدن بعد از ما بیاین، یعنی تا وقتی که مستم باشون. بیبی شهزاد نازنین، از مدیراتورهایت خواهش کن که هیچ کس بالا نبره تا که تایید امی دوستای بحث نگیرن. بله کسی بیا یک به من توهین کنه یا اصلا ایج نمیخواه بشنون، فقط علاقه داره که بگویا خلو رقم دیگه برا لایف بگیرم. امیر میخواستم بگویم امیری صاحب مدیراتور است، خودت هم قادری صاحب مدیراتور هستی، من یک کار میکنم که خود کاوش امیر مدیراتور هستم. من بلد نیستم نه، میفهم که کامرم از کجا گل روشن میشه، خلاص کده مایک باور کنید، من نمیفهم که از کجا بالا آورد. ما تازه یاد گرفتیم کاوش عزیز، من خودت مدیراتور ساختم فول آپشن، خودت بی که کدام کسی که بایکوت هست دیگه، اون اگه کدام کس تازه بود میخواست بیا با تو بس بکنه، وای تو یک کار بعد از همون چند نفر محدود فهاش دیگه هر کس باشه یاد بده چگونه خیر. یک دقیقه دوستا معذرت میخوایم، بگذارین که یک هموطنتان یاد بگیره چی کار باید ما بکنم، اینجا کدام آپشن از چی هست اینجا؟ دمی سمت دست راست سعی کن جو دو تا آدمک معلوم میشه که لگک تو آپشن داره آیکنش هسته، سر از او باید دیتر علامت نوتفیکشن معلوم میشه تقریبا نوشته است به من. امور میگی؟ آه 39 نفر درخواست دادن. خیلی خوب، 39 نفر درخواست دادن، رو خود کاوش میتونه نگاه کنه ببینه. یک بخش نال آمد نوشته است لایف توگیدر، جوین دی لایف از ا گست. قادری عزیز رویم لایف توگیدر کلیک کن. برد گزینه باز باشه منیج گست لایف منیج گست کلیک کنجا، افراد برد میه کسایی که ریکویست کده میبینیشن. خیلی خوب، اوکی درست است، تشکر، ببخشه. البته خود کاوش هم میتونه روی ببینید کسی را که دوست داره، فعلا که برای من نایمان یک بار باید برایم دوباره بیایم، مشکل نیست، فقط همون کسایی را که من گفتم چهار نفر هستن، خودت میشناسی؟ خیلی خوب، چهار نفر هم میشناسم، اجازه بدین که من کس دیگر را بیارم، درست است؟
بله من مشکلی ندارم، فقط اون چهار افغان تا فحاش دواز نباشه من مشکل دیگه ندارم مثلا. افغان دواز در پایین که او روز مرشی گفتم بیا بالا کرد نه او اسم قال زورش کو، او اسم خواهرم را گرفته و ما توهین کرده، من نیاز ندارم به اون زورش کو اصلا. او برادر او روز ما در بین اتفاق خوب یک بحث شروع شد اون علی سینا بود اینا، ما منعیس مسلمان در اونجا خب میفهمیم که دانش دینی مو قدر بالا نیست، ما در جنجال افتاده میره میگم در پایین ششته میگم او بچه بیا بالا جواب بده کشتم نه امی امیجا یک سوال در ذهن من خلق شد، من خود نوام گفتم بازم میگم خواهرت کاوش به جای خواهرم بوده باشه، اسم خواهرت گرفته نبیارش بالا چی معنا؟ نه من میگم دلیلش اجازه بده که من صحبت کنم. بله من همش را برات میگم حالا. خب ببینین عزیزان دل، جمیل جان در مورد گفت که چرا خواهرای خودتون نمیآیند تصویر بگو بذارین، ببخشید کاوش نازنین من مجبور هستم مداخله کنم، من همینجا آمدم. امیر جان شهزاد جان پای ما یک نکته عرض میکنم، بس خواستین من پای تصویر اجازه باشه، نماینده ما قاری صبرزمانی است به عنوان مسلمان، اگر شما از اسلام دفاع میکنه قاری صبرزمانی رو بالا بینه، اگر توهین تو چه رقم مدافع اسلام هستی که اومدی اینجا پارا میزنی، تو خودت تصویرت را بزن آمده بابا جان خوب معرفی میکنه برای ما، تو خودت اول قوانین لایف روشن روشن ما بله قوانین لایف امروز رو میخوای بیاریم بالا کاوش عزیز جان، بایکوت است بایکوت است عزیز من، بایکوت است فحاش است، پیجش را ببین برای ما 24 سال گفته که کاوش باسن فلان و مفعول، من امروز حرفی ندارم عزیز من، من امروز حرفی ندارم، من مفعول میگه دارم. نه امی بس اصلا اسلامی نیست، امی بس اسلامی لطفا نکنین، امی بحث اسلامی تا تو خواهر نه چون این داره ادامه داره بریم به اون بحث اسلامی برادر، اینجا کدام خویده های نه جمیل عزیز، اینجا بعض مسائل پیش شد بازی جا آمدن، بعض مسلمان ها کمو رقم برکس تکفیر کرده میره به دو مملکت حق دارن، حق دارن بره به مملکت به مملکت، من گفتم خب حالا ما خب اینجا بی‌طرف بودیم، ما سوال کردیم اگر کدام طرف بخشش طرف دین رفته باشه، ما جواب برش نداشتم، گفتم خب شما بخیر بیاین جواب بدین، درست است اینا دو نفر متاسفانه بله ما تایید میکنم، منیس یک مسلمان تایید میکنم که اون نفر که کاوش عزیز میگه واقعا از دانش چیزای مبرایه که نه تنها آبروی خود را که آبروی اسلام متاسفانه برده، اگر تصویر نمایانگر حقیقت یک انسان است شاهزادی را بفهم، کسی که می اومده قاری رضوان بیار اینقدر علاقه مند شستی اینقدر بالاش اعتماد داری بیا بگو اینه من این رقم تصویر من است اینه بیار قاری رضوان، منافقین تنها در این بخش در هر بخش بوده میتونه ای باعث اگر بازم چون فحاش هستن تصویر نمیدن اگر بازم کاوش عزیز میگه شرط میمونه که نفر بیار و اگر توهین کرد پرتش پایین و کاوش نازنین اگر میخوای که بیای توهین نمیکنم، این افغان دوا توهین نخواد بکنه دمی لایف، اگر توهین کرد پایان پرتش با اینا بس فایده نداره، با اینا بس فایده نداره، به نتیجه نمیرسه چون من تجربه دارم از اینها، اینا میان اسم خواهر مرا گرفتن میگن فلان خواهرت را من فلان کنم، با این میایم با بحث کنم در برنامه، شما میگین اسم خواهرت را چرا نستم، من اسم خواهرم را گفتم اینا به این شکل استفاده میکنن، شهزاد عزیز یک رکلام اجازه بفرم یک رکلام اجازه باشد دوستان عزیز، چهار نفر در این بحث از طرف کاوش بایکوت است، یعنی صحبت نمیکنم رایشان، قاری رضوانی است، افغان دعوه است، ابو هریره است و فرد چهارم نمیدانم کی است، لطفا به یک فرد چهارم اسمشان ملاکاندوم بود در قبلا ملاکاندوم میگفتن، من نمیدانم چه کسی است، خب من فقط با موعدی ملاکاندوم میشناسم، فرد چهارم من نمیشناسم، دوستان عزیز لطفا به یک تن از قاری صاحبای محترم یا مولوی صاحبای محترم لایف شیر کنید، بله برای یکی از بزرگواران کال سفارس دمارم نگویه، اگر چی ما گفتیم که بس اسلامی نیست، ما همقدر هستیم که میفهمیم که خری خود از گل بکشیم، با بزرگوارا در ایجا هستن ولی اگر در بین خودم جور آمده باشن، یعنی یکی او خلاصه بگویم، با اویش که رفت او دیگهش خسته چه قصد میکنه، با او دیگهش که اگر گب زد او دیگهش، یکی از امیارم کدام منسجم نیستن، واقعیت باید آدم بگویم، بشینن بین خود برن مسلمان همی برادران متاسفانه یک جلسه کنن، یک خود بزرگ دیگر رئیس یکی دیگر معاون تعیین کنن که همتا همچو بحثایی که میشه که ما که نمیفهمیم، خب بیاین شما آزادانه مالو ما بردتار بلا وردم کوش عزیز بایکوت نیست، هر کس از نخیر ایشان باشد کلا هر خیال میگن یا هر کلا بر خیال میگن، امرقم یک موضوع شده، یکیش قبول نداره، جای یک نفر خالی موندیم، جمیل خادری عزیز بر یک تن از قاری صاحبا و مولوی صاحبا، آمد عطای عزیز لطفا کمره بزنین که قوانین لایو امروز با کمره است متاسفانه،
بسیار جدی شده. نه حالا این برادرای ما را که دمی موضوع میارین، کسایی را بیارین که یک گذشته فحاشی نداشته باشه، یک خواهش مهم میکنم. ما هدفم ای آقای عطا من برادر ما نیست، من یه هدف می نیست، مقصد این موضوع امی بایکوت ما ممی است که یک فحاشی امی فلان ام در فلان این رقمی نگفته باشه برای نباشه تر از این خواهوش خواهد اقل من نشده من چیزی گفته امی گپ چطیر خو نزده بله در حد یک خواهش است البته منم مطمئنم که با باید پایین شده خواهی اتا ادای ماشین ریش میاد خواهشم کسایی که واقعا اگر فحاشی کرده امی این موضوعات یاد بگیرن شهزاد کاوش هر کسی که میخواید یاد بگیره از یک برادر کوچکتان کسی که تصویری نمیایه من تجربه دارم یک وقت بود که من لکه ها طرفدار داشتم برنامه را برشان ساختم زحمت کشیدم بودم تصویری از پشت تصویر میگفتم چه امین قادری تو کی هستی من 10 سال پیش 20 سال پیش بیعت کردم کی هستی معلوم نیست نمیشه تصویر بزنن یک موضوع و فحاشی نکرده باشن دیگه موضوع عقایدی که اگر دارن سیاسی اسلامی دینی هر چیز او یک انسان میشه تغییر کنه امروز دمی لایف که مرا میبینن شما با شهزاد خوار مادر مرا یک وقت توهین کرده بود امروز آمد معذرت خواهی کرد به جای خوار مادرم بوده باشه تغییر میکنه انسان ها اما این فحاش کجا ببری یا گفته که بدر ما دیگه مو کلمه مو لعنتی دیگه دا دان خود نمیارم نبیارید من لطفا از شما میگم از امیری صاحبم و از شهزادم که دیگه که من همی حداقل یک چند دقیقه هستم کاله بند موندیم به خاطر احترام کاوش یا دیگر دوستایی که من همین نامکشی نشه کاله باز تیک تاک ها بگیرن و بر کلا فلانی با فلانی آمدن نکنه نمی کارم ما کدام هدف و رقمی نداریم بله آنه پیغام باز قادری عزیز چون اجازه داده نمیشه دوست عزیز کمره بزن مایک ما اگر کس صحبت کنه مایک ما باز نمیشه و مشکل موبایل مدارم مشکل موبایل دارین، کامره دارین، نمیفهم فلان دارین، پایان برین برادر. یک تشریحات لاتین پایان کنین. یک دو تا قاری ما نداریم که بیایه بالا بخوجونه. شهزاد دمی حساب قانون اینه می نفر من میفهمیدم طرفدار است، طرفدار امارت است. کارش ندارم برادر. کدی ما گپم زده؟ خوب سعی میفهم. بوکوشیام تصویر نمیزنه. الهو که برادر طرفدار رو به طرف دوست عزیز فیض الله جان لطفا کمره بزن اول امی عاجل کامدی کمره بزن خواهش میکنم مایک شانا بند بونین تا که کمره نزد هیچ مایک باز نه ازش سوال بفرمایید معرفی کنید مسلمان هستید کدام مناظره نیست یک نفر می یک گپ خودم میزنه بفرما برادر بگو یار گپ که داری مایک تان خاموش است سلام 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 و کل کسایی که لایف ها میبینند سلام های خود را تقدیم میکنیم علیکم السلام شما میخواییم با کاوش صحبت کنیم درست؟ نه ما شما صحبت بکنیم ما گوش کنیم ببینیم تا چه حد سوالات اگر بود پاسخ میدیم اگر نه نظره خود را میگیم نه خبر نیست پایان باشین انشاءالله باز اونجا بخیر گوش کنین با سوال که در ذهنتون آمد از کاوش یا کدوم نه ما یک سوال از خوشو دارم خب بفرمایین دیگه خواهم یعنی گفتن که سوال کنم تو با کدام یک کی هست همی خواهو شده هدف ما ای هسته شما با کدام چی میاییم به میلیاردها مسلمان از لحاظ دینی توهین میکنی و می که ندارم تو قصه سر من گفت سطح علمی که ندارم یک استدلال ما دارم شهزاد جان بسیار کوتاه شهزاد عزیز جمیل بزرگوار آقای امیری دوستانی که صدای ما را میشنوین مسلمانان از شما سوال از... کردن بله ما فقط امیر را بگویم سوال کردن بیان بله امیر کوتاه ما بگویم بعد میریم بسیار کوتاه در ظرف یک دقیقه هم نمیشه ببینین دوستان اون کسایی را که برایشان گفت میزنین ملاها را زیادتر از 120 تا ملای تیک تاکی دارین یکیش را حاضر کنین در برنامه امشب حاضرشان کنین صحبت کنن در برابر راست میگه حالا کجاستن پولتان را که خوردن حالا بیان جواب بتن دیگه نیستن هیچ کدامش نیست اما کسایی را میاره که فحاشترینشان هست کسی که به خواهر مادر ما توهین کرده در لیست سیاه ما قرار داره آیا ما اجازه داریم افراد را در لیست سیاه خود قرار بدیم بله هر آن کسی که در لیست سیاه قرار تنها اینه که به خواهر مادر خودت اگر نه خب در بحث مستقیم هدف ما است بله. بحث مستقیم با ما به خواهر مادر ما پرداخته اینجا به خواهر مادر هر کدام شما میتونه بپردازه خواهر مادر هر کدام شما هموطن ما است مثل خواهر خودم هست
میره نیاز نمیبینم. به همین دلیل بجز اون چهار فرد همین ملاهای رکسارها اینا گوشت جانشان را از پول گفت خود دادن آزارشان کنند در برنامه. جمیل جان یک سوال کرد اگر اجازه باشه در ظرف یک نیم دقیقه مکنیم. امیرم بگویم کاوش عزیز، امیر ملاها خود من یک ده داره که ملاها دیگه داره. خب یکشا بخواین خود دیگه یک شیرش کنیست. ازاد اصلا نمی بس من اشراف رفتارایست اگر نیاز نباشم من امینجا که من برم و همچنان علی جان باز آمد نمیفهم که باز یک بحث دیگر ای خود رفت خسته ای خود گرفت آمد من نمیفهم چی رقم موضوع است. از این کرده بهتر است خیلی که کاوش جان نازنینم به خدا بسپاریم کاوش... اگر ما باشم من باشم اگر نباشم ما برم که باز بحث خیلی دینی کنن که از کاوش نفر را سوال کنه. در غیر صورت موضوع بحث برنامه ما همی بود که خودت آمدی در رابطه با مقاومت نظریات و تجربایت در دو سال گذشته که شریک ساختی، اینی بحث اصلی ما بود. ای که بس بین راف رفته رویست بیننده ها شاید احساس کنه که البته یا کدام بحث ندارم، منتظر است که کی بیای از کاوش سوال کنه از جمیل سوال کنه. گپ سر موضوع وطن ما هستی که نظریات کاوش در رابطه با دین اسلام و خالق جهانیان چی است. تو خب هر کس یک تیک تاک داره لایف میگیره ما چی بگویم، یا علی جان اگر نمیفهم تصویر بالا میکنه خب بکنه هر کس که میکنه. نظر و موضوع خودت بودی که حتی از خودت باید بعض دوستا سوال کنن. حالا نیاز نیست که می چهره کاوش فقط اسلامی بوده باشه که تو در رابطه با اسلام کاوش از سوال کو اگر میکنی در تجربه خود نمی شهزاد پرسان کو که رفته با کسایی که ادعا میکردن که مقاومت میکنیم، امی طالبه که تو هم دشمنش هستی، علی و یا هر کسی که دشمنش هست میگن امیره میزدیم، آله شهزاد به این نتیجه رسیده که اینمی نبوده اونمون چیزی که شهزاد فکر میکرده. و ما هم بعد از سالهایی که با شهزاد حاضر شدیم در میجه بیاییم، اگر نمیفهمی که من امی تیک تاک اپلیکیشنش ما دلیت کرده بودم، من چند شب نمیخواستم بیایم داخل ازی، باز برای ما دوستا روان کردن که او را مجبور شدم دانلود کنم که شهزاد هم لینکش برای ما روان کرد. ای که روان کرد آمد، من خب میفهمیدم که در راهی که این قدم گذاشته یک تعداد ایره فحاشی میکنه، دشنام میته، یک تعداد عالم و کلمه مردی را بگویم یا مو غرور انسانیت را بگویم که بعضی گپ های دوران دوستی را شاید اینم بیای ازید بکشه. ما ایره میخوایم بگویم که هیچ بندواز کسی نبوده باش، ما هستیم، طرفدارایت زیاد میشه، اگر یک بخش از دست دادی یک بخش به دست میاری. انشالله اگر هدف شهزاد یا امثال حالا هدف ما رو مگر مشخص شهزاد نسازیم، انسان هایی که به یک نظر دیگه بوده و میای نظر خود تغییر میده، هدفشان اگر رضایت الله جل جلاله بوده باشه و خدمت بر وطن و مردم بیچاره، پس ما در کنارتان هستیم به هر قیمت. حالا من کدام نماینده کسی نیستم، اما یک صدایی که دارم، حداقل یک چند نفری که اگر بیننده و شنونده داریم که هر کدام دیجا داره، به این خاطر است اگر کدام تجربه در رابطه با وطن مال بگذار کاوش بلیاز خدا همی مسئله جنگ تا با الله متعال ما در یک بخش دیگه یا کسایی که می سوال میکنین برین در لایف خود از او سوال کنین. نه خب حالا مسئله چیز دیگه بود، مسئله چیز دیگه بود، مسئله اصلا این نمی بود، مسئله اصلی خیلی نه من نمیگم که بیاین مناظره کنن. چون ما شما جمیل عزیز بس ما و شما پایان یافت، چون نه من دیگه شیمه دارم نه خودت شیمه داری، ولی چون کاوش تازه اومده و دم راست است خب و امیری دم راست است یا میتونن، بنابراین من نه به کدام سوال فعلا پاسخ میتونم نه میتونم از سوال من یک کسی که در یک راه جدید قدم گذاشتی هیچ وقت نه شهزاد نازنین یک لحظه من منعیس یک کسی که دمی را تجربه دارم با کمال احترامی که به نظریات مختلف در دنیا ما داریم، ایج وقت از طریق امی تریبونت نگذار که در مقابل الله متعال ما صدا بلند شود و یک کسی بیا یک مسلمانی که سواد نداره، علم دینیش بسیار پایان است و اقرارم کرده نمیتونه، جرات امیرام نداره که بگه من به سطح امی کاوش نیستم که یک سوال همه کنم جواب میده، پس دوباره باید اگر بزنی نگذار از امی تریبون در مقابل دین مقدس اسلام صدا بلند شد. یه خواهش من اما در رابطه با سیاست وطن این موضوعات طالب حکومت ای که طالب این رقم کرده اون رقم کرده، کاوش حق داره از من سوال کنه، سوال کنه. دو تا موضوع قادری صاحبی عزیز، در مورد بحث مقاومت و ما بین ما و کاوش جواب نیست، تقریبا با ما هم نظر از خودش میفهمه کنه چیزه خب؟ در باری از ما میفهمه کنه چیزه. یک دومین گپی که ما نگفتیم بیاین به در چیز کنیم، خودش هم در پایین کنیم دادم که اگر که ما میایم جواب از این خب؟ از او خاطر بس رفت به طرف دینی. پیشنهاد ما چی است؟ خود کاوش میفهمه که هدف ما چی است. هر کس یعنی یک کسی که دکتر است امور رای خود پیش ببره، یک کسی که ورزشکار است امور کار خود، یک کسی که در یوتیوب فعالیت های اجتماعی میکنه خب باید خیلی نزاکت ها را مراعت کرده امور کار بکنه با تمام اشتباهاتی که میداشته باشه. چهره کاوش در رابطه با
امی دین مقدس اسلام است، خوره لایف خودش کمی بره در اونجا، خو هزار نفر شاید در اونجا بوده باشه، در اونجا برن امین مردم ها کاوش. خب تا اندازه که ما یکان وقتی که اگر دیدیم و متوجه شدیم، خصوصا اون بحث جنجالی که داشتن چند وقت پیش، کاوش همیشه میگه خب بیاین که من مناظره کنیم. پس این بعض ای مقام توی تو کدام مقام شهزاد نیست که یگانه جایی بوده باشه که زمینجا بس صورت بگیره، بگه برادر مرا غرض نیست، برو دمونجا جنجال تا نکنین. خیلی انسان ها بوده که امی تاپه بالاش خورده که تو تریبونی نمیفهم بعض فلانی ها شدی، حتی مرم دیگه در می لایفت نگذار که حتی شاید تو را بگوین که ولی تو بلنگوی طالب شدی یا حکومت شدی، در حالی که من طالب نیستم، نفسم برآمده، جانم برآمده، برای شما نوازیه گفته رویستم، من در اروپا هستم. یمین قادر خوار تگایم باشه برادر، مادرت به جای مادرم بوده باشه، متوجه شدی شهزاده نازنین؟ هیچ وقت نگذار امیر کی بالا آورد دوستان عزیز، مدرسه عزیز، از ختم همونجا ختم میشه اینا دیگه. کاوش میتونه که مثلا یک افغان و هموطن ما اینجا بیای صحبت کنه، اما در رابطه با اسلام از خود یک تریبون داره و چالش کرده کلاگیره. بله چالش کرده اوجه. نظر ما در رابطه با خودت دارم که حالا از یک جنجال خطا نخوری، در یک جنجال دیگه نری. بله و ما علاقمند هستیم که اینمی بزرگوارای کمی جمعی های هر کس تکبیر کده میره برن در بحث خود کاوش در برنامهش برن در اونجا معلوم کنن نی ببینیم که چقدر دم دارین، یعنی در چونتیتون چی دارین. خب هر کس تکبیر کده خب میرین، یک کس سگرت میزنه این کافر است، بچه موسیقی مشنوه کافر است، همه طرف هست، یک دونه طاقت همه دستش بر از یا کافر ساختن و مسلمان ساختن یک نفر مثل آب خوردن وره میمونه. خب در این رقم بحث ها این کاوش چند دقیقه بعد میره خودش، اگر البته اگر فرصت داشته باشه در صفحه خودش برین معلوم کنین که تش ما مطمئن قرار بیننده می باشیم. شهزاد یگر فبا بگویم، شهزاد جان یگر پاپای جمیل شما هم هستین، ببینید یک لحظه آقای علی بسیار کوتاه، ما امروز مسلمانان مثل این آقای علی داریم، مثل اون مسلمانان دیگر داریم که خودشان را سربازان الله میدانن اما با طالب مخالفت دارن، درسته؟ خب من اینجا چرا آمدم؟ من گفتم برای امینها من حیث یک فردی که حامی طالب نیستم و دشمن طالب هستم، باش مستقیم براتان بگویم، مستقیم بدون کدام صفایی، بیاین امینها در برابر من، شما که حامیش هستین، در برابر شما نمیشه گوی استدلال کرد، امینها بیاین یک عمل طالب را نام بگیرن که برخلاف اسلام باشه، آیا این کار کار بدی است؟ خب ما که اینجا نامدیم اسلام را تخریب کنیم، چرا اینها کوشش میکنن اسلام را از چنگ طالب نجات بدن و اسلام شیک و منحصر به فرد خودشان را بسازن؟ چرا جرأت نمیکنن بیان یک عمل طالب را نام بگیرن؟ کاوش عزیز، کاوش عزیز ببینین علی مطمئن هستم درباره از این پیشتر هم ما برش توضیح داده این مساله را، ولی خودش گفت طالب کافر است. خب پیشتر حالا تکفیر میکنه، حالا بشه اجازه بدین همین آقا صحبت کنه که طالب را کافر میگه دیگه. سلام احترام به کل این فرستم، اگر بس روی دین است که ما نمیخوایم در این مسئله داخل شویم، سلام به جانی و دیگر دوستا بازم. شما گفتین که طالب روی افغانستان هم طالب را کافر گفتی عزیز من، حالا ثابت کن به ملت. اجازه بده اگر بس روی دین است که بیایم روی دین گپ بزنیم، ما بحث هم میکرم. اگر روی افغانستان است، بله دین یک فاکتور بسیار مهم در کشور ماست که سالهای سال چی فایده چی ضرر ما به نام دین دیدیم. امروز جهاد اگر شده به نام دین شده، طالب اگر آمده نقطه قوتش به نام دین بوده، امروز اگر قانون شهر بخواد پیاده کنه به نام دین شده. کشور اسلامی است، کشور اسلامی است مردم بنال ما اینجا به نام دین اگر کس بحث میکنه، ما به نام دین بحث نمیکنم، مدافع دینم قرار نمیگیرم، به خاطر خیلی دیگه دوستای دیگه هم هست و من تقریبا افکار دوستا رو میفهمم، دوستا هم افکار ما رو میفهمن، ولی در مسائل افغانستان یک فاکتور مهم در قبال دیگر در کنار دیگه مسائل دین است. اگر بیم یک فاکتور بگیریم از دیگه فاکتور ها، حتما در مورد تمام مسائل گپ میزنیم دوستان عزیز. جانی جانی رو بالا بر، پس دوباره امیری صاحب که نگویم گله نکنن، هر کس یک تریبون داره در اینجا به خاطر یک احترام میاد که یک صحبت خود کنه، اگر نه کلشان مشهور است مردم نیاز نداره، خب وقتی که می احترامشون باید شوه. علی بزرگوار اونجا فتوا میتن که طالب کافر است، خودشان فقیه میشن، فقیه از دین فرار میکنه بعدش. تو که فقیه هستی عزیز من، عزیز من ما در کجا کافر گفتین؟ دوستان میگن اکسات گفتی از دین استفاده میشه، نه من هرگز کافر نفتیم، ما گفتیم بارها طالب مسلمان است، هر کی در اسلام طالب شک بکنه کافر است.
خلاص دیگه نه گفتی که فلان چون فلان کار حالا طبق اسلام حالا شاید جان یک نکته شاید جان یک نکته لطفا آقای علی آقای علی برای که شما تکفیر کنین شما باید فقیه باشین شما سند فقیه بودن تان راست نباید تکفیر من نگفتم تکفیر کرده خب من حرف من اینجا هستم آقای قادری من اینجا هستم من کجا گفتم تا کافر است فکر میکنم که از پیش شهزاد یک سوء تفاهم شد دمی لایف نگفتم امکان داره در کدام لایف دیگه من میگم هیچ کسی یافت نکه ده هر لایف گفتیم هر کس در مسلمان بودن طالب شک بکنه کافر است خب بازم فتوا دادی نداد یزید بله مسلمان هستم بخاطر که طالب مسلمان کسی که در اسلام صاحب بویا جان کسی که در اسلام صاحب فتوا است عزیز من یک لحظه کاوشم جان دلم گوش کن این نصره لطفا اجازه میتم خودتم لطفا من میگم هر کسی که بگه لا اله الا الله و محمد رسول الله مسلمان است خودش اعتراف میکنه اقرار به زبان خود میکنه ما از قلب مردم خبر نداریم طالب نه به نام الله اسلامی است که تو امروش مخالفت داری وطن دار کجای کار طالب غیر اسلامی است میره برام بگو خودت مخالفت داری مخالفت تو با احکام دین واضح قرآن ما میگیم ملت اجازه بتین دوست های عزیز طالب علی آماده بود امیجا کدما شما نیم ساعت مخالفت خدا گفت امور باز تکرار کنه فهمو میگم نه بگو بگو بفرما خو اگه میگه مسلمان هستم امیر صاحب امی قرار ما هر کسی که بالا میاری یک پرسان مثلا جان در اینجا که آمد خوش سعیز خوش آمد اما من هم فهمیدم بخواهیم بحث امیر رو ببرم دوستای عزیز کس پایینش ننداختم و پایینم رفتم دیم نیستم دوستای عزیز در افغانستان دین یک فاکتور بسیار مهم است ما تقریبا امروز نه از بعد از امان الله خان تا این سر روز متاسفانه یک جریان های افراطی دینی شکل گرفته که از دین یک تفسیر بسیار افراطی و اشدناک داره که غیر از تفسیر خود دیگران قبول نداره ولی در دین اسلام تفاسیر زیاد شده مثلا شیعه یک برداشت داره اهل تسنن دیگه برداشت داره در درون اهل تسنن میری مکاتب دیگه است در درون اهل تشیع میری مکاتب دیگه است امروز یک جریان افراطی و وحشتناک دیگه به نام وهابیت شکل گرفته که منشش عربستان است ابن تیمیه کو هم از دین اسلام از قرآن شریف و احادیث می حرف میزنه امروز اگر مکتب بسته شده مولوی ندا محمد ندیم میه یک حدیث روایت میکنه این حدیث و خودم بررسی میکنه در کتب شیعه و در کتب به سنی وجود داره خب ما نمیتونیم فاکتور نادیده بگیریم امروز مردم مسلمان است بله این اسلام چه رقم است که در دیگر کشورها مردم با اسلام زندگی میکنن اجازه مس انفارمیشن داریم حرف آخرم باشه این چی دینی است که در کشور ما مردم با زندگی نمیتونه برادر میایم به نام مولا میگه شیعه هم کافر است مشرک است در مالستان مسجدشان رو بسته میکنه و آخر فرار میکنه این چی دینی است که در ایران سونی حق نداره مسیح علی بکنم علی ازاره علی ازاره دیگه فرار میکنه علی ازاره یک لحظه علی جان همین لحظه من نفهمیدم که خود طرفدار طالب هستی طرفدار کاوش هستی مخالف جمیل مخالف شهزاد اصل هدف چی است دوست عزیز در اینجا دوست عزیز اگر بحث تنها روی دین باشه من اشتراک نمیکنم ولی دین یک فاکتور است فاکتورای دیگه من مسلمان هستم علی جان بله مسلمان هستم ولی آیات قرآن کار طالبات آیات قرآن است اینا که تو قبول نداری خود دیگه میتونه ایشان تفسیر خود داشته باشه من قرار نیست با تمام برداشت ایشان موافق باشم ایشان هم قرار نیست با تمام برداشت من تفسیر چی میگه تو چه عجیب عجیب دفاع میتونه بده با گفتم اگر تنها بحث دین باشه که بریم تنها روایات و احادیث بکشه من بحث نمیکنم در این مسئله آقای کاوش میدم ارگز کار رو نمیکنم به امور رقم که آقای قادری گفت یک چند تا ملای باشه آقای کاوش هم لایو گرفته با نام از رشته تخصص دارد خوانده او مردم امو خوب خوب مردم ها که از این خودم مواجه نمیسازه ما فقط یگانه آرزوی می هسته که ای کاش یک روز خب به نگاه ما الله متعال ما هر کار کرده میتونه یک روز اگر کاوش به خیر مسلمان شوه اگر این خداوند هدایت کنه شاید این گفم خنددار برش بوده باشه اما اگر اینا مسلمان شوه و او روز مطمئن باشین که یکی از فهمیده ترین انسانهای جامعه افغانستان در گفته میتونم تاریخ معاصر افغانستان شاید بوده باشه یکی از وا نه که یکی اولیش یکی از اموا دیگه ای آرزوی ما است خداوند بهتر میفهمه این حال خنده تکو دیگه کاوش جان جمیل جان یک نکته را ما بگویم شهزاد عزیز ببینین تناقضات را طرف میه میگه ما بحث درون دینی نمی کنم اسم از ابن تیمیه میبره عزیز من وقتی بحث درون دینی نمی کنی این ابن تیمیه برون دینی از بحثش پس چرا اسم از ابن تیمیه میبری همون چیزی را که برات آخوندای جمهوری اسلامی گفتم یا اینجا میگی برای ما
خب نگو پس که وقتی وارد بحث نمیشی. ابن تیمیه میگی اما میگی ما بحث در اون دینی نمیکنم. میدونی ابن تیمیه چی کسی است؟ میشه برای ما اسم ابن تیمیه را در قلب بگویی؟ اسمش چی بود؟ میشه بگویی؟ نمیدونی؟ اجازه میت معرف بزنم؟ اسم ابن تیمیه را برای ما بگو جان دارم. اسمش چی است؟ اجازه لطفا اجازه. ما پیشتر گفتم آقای کوش اجازه بده ما تو اگر مناظره ما در واقع خودت نگو جان دلم دیگه ملت اجازه بده اجازه لطفا چرا قوار خطا میشیم ما شما قوار خطا نمیشه تو حرفای اخوندار میبری ما که یک کلمه نگفتم حداقل ادب این بحث یاد بگیرم دوست عزیز ادب بحث تو برای ما یاد بده جان دلم اینجا ادب بحث یاد سوال میکنی خب بانک ما حرف بزنم یعنی خود بفرمایید اسمش رم بگین در لا برای سخنتان اسمش در کار نیست و بچه ایجا نبیه برای هر کسی به ادب بحث یاد بگی تو دیگه برای ما یاد ندی که ادب بحث چی هست یک سو بی ده دقیقه تو موندیم وقت ما رو زهر مار که گرفتی خیلی رفتی نگفت منطق داشت نسو سو. یک دفعه میگم مسلمان هستم باز میگه بحث دینی نمی کنم باز میره سر دینی طالب گپ میزنی که یا چی هست می چی میخوای تو از دولت می تکلیف تو مشخص کن ما بفهمیم بالاخره اون وقت ما رو ضایع نکن کاکامت خوش اومدی امیر صاحب عزیز و جمیل گرامی شما کنترل کنم دو دقیقه می وقت نوشیدنی بگیرم دهنم ال 5 ساعت از نشستم 5 مایک تو افس بهتر اکم جیری و زهیری کاک آمد. اول خوش آمدید میگم به خود کاک آمد عزیز و همچنان بانو عزیزه اگر کمره بزنی بسیار خوب میشه. در غیر از او شما بانو هستین مشکل نیست. کاک آمد از تو امروز بس کمه که طرف دینم رفته ولی اصل موضوع سیاسی است که آقای شهزاد پویا یک تن از طرفداران سرسخت جبهه مقاومت به تیم جمیل قادری که طرفداران امارت اسلامی است پیوسته. نظر خود چیست؟ کار درست انجام داده البته خود نظر کار شخصیش است هیچ کس حق نداره انتقاد کنه این هیچ وقت خدای نکرده امیر صاحب برادر عزیز هیچ وقت یک انسانی که زنده است شما هم حرفای از اون تعریف نکنین لطفا هیچ وقت به تیم ما نپیوسته هیچ وقت اونا به امارت دانوز زنده باد و کدام بیعت و کدام گپ نزده او فقط در رابطه با یک گروهی که در 2 سال از شهزاد کرده کس خدمت نکرد یا صدایشان بلند نکرد به هر نوع ممکن اونمو آمده ابراز نظر میکنه به این معنا نیست که یکی را طالب بسازن باور که اونمو را هم کلاه قنداری صبح میمانه خی از دست شما امور هم لنگوته میزنه دیگه خی طالب 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 اونا طالب خیلی میشه دیگه یکی بعد خونیست دیگه قادری از این کار بعد خونیست دیگه کار درست است همین اکا باید پیروی کنین کار بد و خوبیشه تا دوبارش صحبت نکردیم فقط نگوین که به تیم جمیل قادری در کجا گفته به تیم همینجا به خاطر یک نزاکت شد ما هم سایس قادری عزیز وقت ما در یک جبهه قرار میگیریم هم صدا میباشیم جز یک تیم حساب میشیم از جبهه مخالف وقتی که بیرون میشه نه خیر امیان کاوش هم مخالفم و مقاومت هستم آیا در تیم ماست؟ من مخالف مقاومت و مخالف امارت هستم عزیز خلاص دیگه نه به خاطر امیری صاحب میگم که نمیشه که یک کسی که مخالف یکی بوده باشه بازو در تیم ما بوده باشه چی معنا کنه امیری هر وقت مغالطه بسیار وحشتناک میکنی من متوجه میشم مغالطات در عزیزم خیر بگذاریم خب کاکامت خوش آمدی اگر مرا گپ بونین بفرمایید تشکر که مرا مهمان کردین ما کاوجانه که دیدم ما گفتم حتما بحث دینی است اما در قسمت سیاست ما کار ندارم ما یک چیز برای کلتان میگم نه من اینال از شما یک سوال میکنم که باش کلیر شد خب کاکا آمد شما طالبان را مسلمان قبول دارین یا خیر و آیا کدام کاری هست در میان طالبان در قوانینشان در احکامشان که یا اجرا میکنن که خلاف دین و شریعت باشه؟ مربوط به کدام عقیده است؟ اگر در قرآن است، اگر مربوط قرآن است، اینا کافر هستن. اگر از قرآن همین کاری که طالب نه کاری که طالبان میکنه در افغانستان قوانین شما و شما میفهمید درست است؟ آزاد نازنین همین سوالت از یک مرجع غلط پرسان میکنی برادر نه. خود آمد آمده ادعا میکنه که من پیامبر زمان هستم بلا تشبه و خود تثبیت اسلامی بودن امارت اسلامی را شما از یاسوار میکنید در رابطه از کاکا آمد
در رابطه به هنر صحبت کنین، در رابطه به نمیفهم یکم گپایی که مربوطشان میشه صحبت کنین و ای خود کدام عیب و بد نیست در جامعه ما. هر کسی بس چیز دیگه است، بس چیز دیگه است. ما یک دو بار شنیدیم که کاکا احمد گفته طالبان طبق مشان فلان فلان آیت کافر هستن، درست است؟ از او خاطر من گفتم باش که جوابش کاوش عزیز بده که همین بعضیا قبول کرده و می استناد میکنه. اکثر وقتا ما اون روزا یک بس بودیم گفتیم که طالبان کدام کارش خلاف قوانین اسلام نیست، او وقت حتی مخالف شام بودم گفتم درست حال مخالف هستم می خونم بشه که میار دروغ درم بیارم ما گمار یک دقیقه وقت بتین سایکو آقای خودت نامت قادری تی یک گپ زدی یک آدم جوان فامیده هوشیار یک دروغ گفتی پیش روی 2100 نفر دروغ گفتی. ما گفتیم ما پیام رسان هستم، ما هیچ وقت نگفتیم که ما پیام بر هستم. قرآن گفته که هر قومی به زبان خود پیام رسان خواهند داشت که چی کنه؟ مردم احمق خود برای راست بیاره. این مردم ما 90% در راه غلط روان هستند و کلشان خودم مسلمان میگن. کل دنیا نفرت از اسلام به خاطر اسلام افغانستان پیدا کردم. ما قوم جاهل خدا که برای راست نبرم خیکی میاره قوم جاهل خدا برای راست. چرا دروغ میگی؟ بیادره که ما کدام به خدا پیام برگفتیم. کاکا حمید نازنین، شما نظر به سن سالتان ما برای شما احترام داریم، هدف ما او نبود، یعنی هدف ما ای بود که خب امی پیامبر نه پیام رسان. سوال که در رابطه با اسلام بودن یا مسلمان بودن طالبان از شما مطرح شد، اما اشتباه بود. به خاطر از اینکه اگر واقعیت پنهان نکنیم، شما هر کس خورد الکل و هر کارا، هیچ کسی که در اروپا بوده باشه این کارا را از شاید خطا نشده باشه به شمول خود همه انسان ها، اما شما امی فعلا همچنان شاید در لایف هایتان حتی بنوشین. پس خود از یک سوال خلق میکنه و مشکلاتی که خلق شده در جامعه ما اینمی است. مشکل شما است که بیادر قرآن نخوندین. خب. قرآن شریف شراب برای کسایی که زور شراب نداره ممنوع کرده، هیچ وقت حرام نگفته. اما شمایی که قرآن نخوندین شراب حرام میگین، وقتی که خدا در هیچ جای حرام نگفته، کلمه حرام در هیچ جای قرآن راجع به شراب نوشته نشده. 6 آیت از راجع به شراب، وقتی که زور شما نمیرسه باز طرف می این شراب میارین. بیا برادر بیا گپ بزنیم، ما پیام رسان شما هستم. کلمه شما در قرآن نیست، 5 بنای مسلمانی شما در قرآن نیست. شما چه قسم مسلمان هستیم؟ وقتی که 5 بنای مسلمانی شما در صفحه دوم قرآن نوشته است، اما هیچ شما هیچ وقت او را پیروی نمی کنین. وقتی که کلمه شما در سوره سوم آیت 18 نوشته است، یکی شما نمی کنین. کاکا آمد شهزاد می تانست که نظر شما را در رابطه با مسلمان های افغانستان پرسان کنه، نه مشخص گروه حاکم در افغانستان. شما پس تمام مسلمان را به این نظر هستن سیکو بده. کافر بودن، کافر هستن و کافر میمورن. اینا رو جواب تو را، چون بعضی ها به حرفای خودت استناد میکنن، باز می نویسه برای ما. اینجام چند تا کامنت نوشته کرده بود که کاکا احمد فتوا داده که والا طالبا کافر است. جواب خودت باز کاوش عزیز بود، بفرمایید. کافر به خاطر هستن که خداوند میگه کسایی که سر شما حمله میکنن، شما را از وطن و سرزمینتان بیرون میرن، اینا را کافر گفته بکشه. چونی این هست؟ جزای کافران. طالب ها سر ما 20 سال حمله کردن، 20 سال ما را از خانه آوردن. حامد نازنین، ببینین شما بزرگ هستین، شما چرا اقرار نمیکنین که این خارجی ها بود که در وطن ما حمله کرده بودن؟ آیا از گفتنش به خاطر که در امریکا هستین میترسین؟ اگر میترسین بیان نمیتونین، درکتان میکنیم. هیچ وقت کدام طالب یا کدام افغان در کدام کشوری نرفته. مشکل ما و شما ای است که وقتی که یک نفر میره دولت اسلامی میره و خودش کافر است، خودش هزارها و صدها هزار افغان کشته. جمیل میگه کافر کافر گفته بکشین. خداوند میگه ایره کافر گفته بکشین این مسلمان.
خب در کجا گفتم میره همی آیات شبته کاوش عزیز چیزت خاموش است مایکت خاموش است آیاتش آدرسش بگو که کامد بدون اصلا صحبت نکنم آیاتش بگو ما دین نیست البقره من گرداننده هستم من راجوش میکنم و کاوش عزیز جواب شما رو میده کاوش میفهم البقره کاوش طرفدار طالب نیست 190 البقره 190 و 191 خب چی کار شده اونجا چه چیزی آمده شما بگین با دوستان طالب را طبق اون آیت کافر بگین عزیزم خودت آیت آوردی بفرما بخوان با دوستان عزیز ای مسلمان ها برای خدا به خاطر خدا کسایی که با شما به جنگ برمیخیزد با اونا بجنگید ولی شما تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست نمیرد کسایی که سر شما حمله کردن کسایی که شما را کشتین در هر جا که یافتینشان امو قسم که شما را کشتن امو قسم بکشینشان امو قسم که شما را از وطن و سرزمینتان کشیدن امو قسم بکشینشان است چونین است جزای کافر آبی نمیگ دو بخش داره که کامت ام میشه که ایره اسلامی بسازین ام میشه که سیاسی بسازین شما ای که میگین که ما در سیاست خیلی صحبت نمیکنم چرا خیلی تا این حده که یک حکومت و مسلمان ها را کافر میگین چرا خیلی بحث میکنین اینال بیاین مواردوار یا امی بخش بخششه برای ما بگوین در کجا تجاوز شده در کلیشه اینه که در 20 سال اتو کردم در فلان جای فلانی نفر جمیل گرامی این کار شده جمیل گرامی اجازه بتین کاوش جواب از اینا رو بده از لحاظ دینی باز میایم از روی سیاسیش باز ما سرش میشه که صحبت کنیم کاوش جان بفرمایید خب اینها چیکار میکنن کسانی که آیات قرآن را به این سادگی به مردم میارن میگن که بابا جان اینجا گفته آیات قرآن سوره بقره آیه 190 آمده که با کسانی که با شما جنگ میکنن در راه الله بجنگید و تعدی نکنید زیرا الله تعدی کنندگان را دوست نمیدارد این مسئله خود از برای پیامبر اسلام شأن و نزولش مسئله صلح حدیبیه هست وقتی پیامبر مجبور بود صلح حدیبیه را امضا کنه معاهده صلح حدیبیه را امضا کنه چون نمیتونست در دو مسیر بجنگه با یک مسیر چی کرد؟ صلح حدیبیه را امضا کرد که ما چند تا قانون میمونیم صلح میکنیم تا وقتی که ما جنگ دیگر را ختم کنیم اون جنگ وقتی ختم میشه جنگ حدیبیه را امین مسلمانان دوباره بنیانگذاری کرده در رأس اسلام در صدر اسلام جنگ حدیبیه بنیانگذارانش هم اینها بودن دیگر کسانی که به این آیت باورمند بودن این خدای جنگی از پیشتر من به جمیل جا گفتم که جمیل جان چرا لباس زنانه میپوشن من گفتم که این مسئله خدعه است ما در جنگ خدعه داریم خدعه یعنی چی یعنی شما اگر با گروهی که دشمن هم هستین اگر میتونید در ظرف دو ماه و سه ماه صلح کنید تا وقتی که چیکار کنید بعد بالایشان حمله کنید ما در جنگ خدعه داریم پیامبر اسلام گفت بله پیامبر اسلام در صحیح بخاری روایت صحیح الاسناد آمده که جنگ فریب است جنگ فریب است یعنی شما در راه جنگ هر کاری که میتونین برای شکست دشمن انجام بدین لباس زنانه لباس مردانه هست هر چیزی که مترسک تو استاد کنین که بدنن لشکر شما زیادتر است امروز ما میبینیم در همین کشور خارجی که جنگ جریان داره چیکار میکنن تانک های را به شکل تانک هایی که بادکنک هستند یعنی اونها به شکل پوکانه هستند استفاده میکنن که با اگر از بالا دشمن ببینه بترسه پیامبر اسلام هم از این اصل استفاده کرده این آیت را آورده که چی گویا ما مدت صلح بکنیم این آیت شأن نزولش صلح حدیبیه است و هیچ ربطی به مسلمانان امروز نداره ما نمیتونن با این آیت طالب ها را چی بگوین کافر بگوین اجازه ندارن چون این خدای پیامبر اسلام هست خدا در جنگ اجازه است خدا را میتونن در جنگ استفاده کنن جان عزیز بیادرکای مسلمان ما میجه که هستید این شأن نزول این یه پاس قرآن خراب کردن و ما یک کتاب آمدن تشریح هم در مابین قرآن است. ما با این تفسیر که از ضرورت داریم تشریح و تفسیر هم در قرآن یک دقیقه آیا این تحریف قرآن نیست که کامل؟ شما تحریف از قرآن و سنت بچه مگه یک دقیقه مرا در گفتانیم بچه بفرم کاوش جان و کل مسلمان ها همین ملا و کاوش یکی هستن میرن شأن نزول میری با ما یک کتاب نازل شده کل ما یک کتاب داریم نه شأن نزولش ما کار داریم نه تفسیرش کار داریم فقط عقل کار داریم که خدا کیره کافر گفته ظالم خدا کافر گفته گفته بکش ظالم کافر گفته طالب ظالم است ظالم بود در کجا کاکا طالب از وطن خود دفاع نکرد از وطن خودش وقت جدا دفاع نکردن
بفرمایید کامل یک چند مورد بیاد کنید. طبق قوانین اسلامی، طبق چون یک کشور اسلامی است، قرآن برش اجازه داده که کفر از کشور بکش. متجاوز طالب نبود؟ چرا میگه که حمله زنه؟ متجاوز آمریکا بود. تو بده گپ ما گوش کن. این که طالب ای که امریکا بود کل ما میفهمیم. غنی را مردم افغانستان قرار از انتخاب کرده باشه که نکرده. مردم افغانستان قرار بود که کارزای انتخاب کنه که نکرده. بله. ما دولت داشتیم، ما کانگرس داشتیم، ما رئیس جمهور داشتیم، ما وزارت ها داشتیم. یک بهانه است که تو آمدی وطن ما را گرفتی، پیسه‌هایش را گرفتی، امیال 40 میلیون دلارش هفته میگیری. کدی گوشت شاشتی کدی شروع جنگی؟ این قرارداد سیاسی هست. از ما سوال کدیم که طالبان آزاد نازنین فکر میکنم دوستای ما کدام سوال اگر میداشته باشن پرسان کنن و بعد از او پایان برن. جمیل جان یک نفر بنابرای از کامل یک لحظه اینجا نمایندگی از امارت کاوش هم کرده نمیتونم، من هم کرده نمیتونم، خودت هم کرده نمیتونی و نمایندگی مسلمانهای افغانستان که کامد هم کرده نمیتونه. هر کس نظریات خود که میته اینجا نیاز نیست که کاوش بیایه. حتی کاوش میره به خاطر راجع میکنم، میره به خاطر راجع میکنم برای 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 کاوش عزیز، به خاطر که تنها کسی که ثابت شده است. ای که به خدا باور داره نداره او بحث جداست، کار شخصی شما را غرایش غرض بله اجما با او غرض نداریم، ولی ثابت شده است که می آدم از خوبترین علما کرد. قرآن هم شده است که می آدم شهرزاد جان یک آدم داریم، شهرزاد عزیز یک آدم داریم به اسم همین سرشاده از کجا طرف از سمت آمد جان است. شهرزاد عزیز ما یک نفر داریم از لست همین کسانی که شما نیاز دارین که بیاید در مورد اسلام طالبان صحبت کنه غم مخور از در همین لست شما. همون آقای غم مخور یک بار بیارینش بالا لطفا، من نمیتونم بالا بیارم. امیری جان غم مخور را شما بالا بیارین. خانم عزیزم درود میگم. ریکوست ندارم دوست عزیز، کوش عزیز، ایشان از دروغ میگن نه. من 10 بار چک کردم ایشان ریکوست ندادن. افغان چرا پایین انداختن؟ ایشان فکر کنم استدلال منطقی داشتن. من نمیفهمم بخاطر اینا تصویر از خودش بود. افغان عزیز خودم ریکوست بالا میارم. کامریتم روشن کن عزیز دل. عزیز خواهر عزیز خوش اومدین، قدمتون روی دیده با تمام خانم‌ها بسیار زیاد از تمام مردا کرده، به شما بسیار ارزش قائل هستیم، ولی یک خواهش برادرانه از شما دارم. لطفاً به هیچ کسی به توهین که باشه، جای شما آدم توهین نیستین و میفهمم، حتی به احترامی نکنین. خواهش است بفرمایید. خواهش می‌کنم. تشکر از اینکه بازم یک خانم و در جمعتان پذیرفتیم. یادتان آمد که افغانستان مادری دارد، خواهری دارد، همسری دارد. بله من فکر کردم با ماستین و این خانمای رنج دیده افغانستان همه به نمایندگی از زنایی که فعلا افغان عزیز اگر کامره نزنی مدیرات را پایینت مندازم لطفا. این نمیزنه دکن جمیل، این مادره دکن جمیل، این خوار دکن جمیل، و یک گپ دیگه این دفعه بیشتر بالا امی کسی که ببینیم امی سر دانی هیچ بالا ندار برای می فعلا تو بانک بیخی مغز ما را شما یک دفعه همی اوتوماتیوم به تو می رو میرم که برای واقعا نیجه دیگه به خاطر احترام همی دوستا و بیننده ها و چند هزار نفر نباشه من باید برم پایان. لیکن دوستان عزیز خرابی نکنین عزیز، وقتی آمدین بالا، وقتی آمدین بالا انگشت مسر مایکتون است. تا وقتی که تصویرتان معلوم نشه و من نمایندگی از پدر و مادرتان چی مثبت چی منفی، اگر گپ خوب زدین اجازه نگی امیری صاحب که تو اجازه است پرتم اینم من دو... نه اما که دیدی که دمی دو سه ثانیه نیست پرتو دیگه شبر دیدی که در لیست ریکوستت خلاص شده باز ختم میکنیم خلاص. خواهر نازنین با کمال احترام چون در یک زمان در یک زمان چون نفر میتونه رفتش به جمیل عزیز از 40 نفر بیشتر نمیشه. خود 40 نفر پر است، یعنی یک بار گفتیم دو نفرهای رقمی را گفته مردم دارم قول معمول سرش خبر نباش. پایان پر تو اگر واقعا در رابطه با وطن ما صحبت میکنه، در رابطه با ملت صحبت میکنه، حداقل نظامی خانم محترم که یک ذره بیاموزه با هر دید و نظری که داره. اینمی یک خانم افغان از اینم اینجا آمده صحبت میکنه، تصویر خود از زاده ای که چی رقم از اون هرکس ببینه و خودش را معرفی میکنه، اما حداقل همه قخوشه و یک مرد
و یک گپ دیگه خواهر نازنین، شما به نمایندگی خانم های افغان صحبت نکنین لطفا، شما نظریات خود بگوین. هیچ کس در اینجا به نمایندگی کدام گروهی نیست. شهزاد به خودش است، ما به خودم هستم، شاید که از جمع خدا ناباوران یک رهبری بوده باشه، اما دیگه کسی نیست. دیگه شما رو لطفا در رابطه با خود صحبت کنین، شاید حتی خود من مشکل داشته باشم با شما که شما رهبر مادر ما یا فامیل ما نیستین، پس به نمایندگی خودتون صحبت کنین لطفا. بفرمایید. بله خب، پس اجازه بتین دیگر رقم بحث کنم. به خاطری که افغانستان ما اینقدر داخل مشکلات، رنج، بدبختی است که واقعا آدم نمیتونه فقط فوکس به یک چیز کنه. ما فقط از زمین جا، یعنی ما امشب قشنگترین لایف دیدم ای که یک آزاداندیش، یک طرف طالب و یک به حساب معتقد دین یا با عقاید دینی، اینا همه آمدن بسیار یک لایف زیبا و یک لایف بسیار، من احساس کردم که واقعا در یک لایفی هستیم که به یک نتیجه میرسیم. حالا چیز زنا رو بماند که شما میگه نگه. ما پیام کلی ما ایست که دوستای عزیز، افغانستان فکر کنیم که یک درخت است که همه با همه عقاید، همه اقوام دونمونجا ریشه دواندن و میوهش همون ثمره زندگی ما مردم است که داریم، که فعلا افغانستان ما درخت ریشهش میبینم ولی میوهش نمیبینم. و تا زمانی که حالا میگن زنا را نگین مای زن، تا زمانی که مای زن شما نادیده بگیرین، تا زمانی که مای زن به نام دین، به نام عقاید، به نام سنت، به نام سنت‌های غلط پایمال شوم، فراموش شوم، وقتی که ما یک زن اینجا میایم مثلا اونم او اجابی که اسلام به ما تحمیل کرده در سر ما نباشه، ما به عنوان یک زن بد اخلاق شناخته میشم یا از آران تو یک دفعه اجازه بده. ببینیم ما خب گذشته را میگذاریم، امی 24 سال میشه که ما کلا تغییر محور دادیم و دلایل منطقی هم دارم، هر کس هم به گپ میزنه جواب دندان شکن براش دارم و حتی ما پشیمان نیستم، پیش کس سرم هم خم نیست، سر اونایی که ما به خاطر 3 سال عمر خود به زهرمار کردم اونا سرشان باید خم باشه و می خاطر ما کاملا تغییر جهت دادیم از لحاظ سیاسی. خب یک دوم از لحاظ دینی و باورها شما گفتین. اینی می رازه ما یکی از طرفداران عقیده خودم است، من نمایندگی از امارات اسلامی نمی کنم، ولی یکی از طرفداران اصلا سرسختش که واقعا واقعا سر امی عقده دل ما را سر بسیار آدمای یا خالی کردن واقعا، اونمون نفرایی که ما میخواستم از لینگ آویزان شوان آویزان شد، به شمول یوی گل بودیم و بسیار کسای دیگه. به او خاطر ما مدام طرفدار شدم و طرفداری هم میکنم و از چوشمرغش گرفته تا عسکرش تا پایدبش تا بالا سرش تا رهبرش، ما معذرت میخواهیم که به خاطر 4 تا آدم پوچ و دروغگو ما به یا توهین کردیم. اگر میشه یک برادر کوچکشون رو ببخشن واقعا. ولی میمونه بس یزی که گفتین خانما چه رقمی. امی لحظه من یک مسلمان هستم، خدا باور هستم، ولی یکی از بهترین دوستای من کاوش هستم. این دیگه پایین شیشتر. من خدا باور هستم، مسلمان هستم، ولی من با می مشکل ندارم. من نمیفهم، من زیاد دوستش دارم، من نمیفهم برای دوست داره یا نه، خب بر صورت، ولی من واقعا دوستش دارم. شما امی لحظه آمدین با سر لچ یا برچی امی کسی شما را از این میان کسی گفت، فکر میکنم آقای اکرم شمس هم از طرفداران امارات اسلامی است. کسی شما را چیز گفت؟ نگفت. درست است؟ به خاطر که ما به عقاید شما احترام داریم، اینجا شما از داخل خانه تان آمدین لایف با ما، شما در کوچه نیستیم که ما اوجا بعد بس امر به معروف و نهی از منکر بیاید، چون اینجا سوشال میدیاست، این صفحه شخصی شماست، این دریچه‌ای که تنهایی شما میبینین این صفحه شخصی شماست، شما میتونین چی فهم لخت بیاین هر کاری که میکنین بکنین، ما با او کار نداریم و حق هم نداریم. ولی اگر یک افغان و خواهر وطنی خود ما هستن، مشکلات مهاجرت کل ما و شما دیدم خواهر نازنین،
ما از شما حتی سپاسگزاری و تشکری میکنم به خاطر از اینکه یک عده بسیار کارهای خراب را انجام دادن به نام مسلمان و به نام افغان ها و ما را بدنام ساختن، اما شما هیچ مشکلی ندارین و مشکل به این خاطر نیست که شما در کشوری که زندگی میکنین قانونش زیر پا نکردین. اگر شما در افغانستان برین و باز قوانین مد نظر نگیرین، خب ما خود تنها نمیگیم که قانون باید تطبیق در افغانستان شود، ما تو شما را به مساوی یک برادر وطنتان میگم، در امریکا را که هستین شما هم قوانین اموج را مراحت کنین و او را مجبور هم میسازن. با مذرد خادری عزیز، با مذرد که اون کسی که میخواه با کوش جان مناظره داشته باشه، با برادر موضوعی اصلا نیست. اگر دیگه میخواهید بکنین، مخواه شهزاد نازنین با تمام احترامی که دارم من پایان میرم. شما اینجا بس چیز دیگه است تو نمیگیری، لطفا واتساپ خودت چک کن. بس چیز دیگه است عزیز، بس چیز دیگه است صحبتی است که یک سری از آدم ها میان در اینجا تکفیر کده میرن، طالب کافر است، طالب فلان است. لطفاً کامنت ها را نخوانین، لطفاً کامنت ها را نخوانین. ما قبلا در بحث ها بودیم جمیل عزیز، ما قبلا در بحث ها بودیم، اینمی جا آمدیم بارها و بارها. حتی اون زمانی که من مخالف طالب بودم برای میگفتن طالب کافر است، میگفتم هر چیزی میگه قبول، ولی طالب و کافر نگو، آدم نمیفهمیم. بگذارم این خواهر ما صحبت کنن شهزاد. بله از ما خواهش میکنم، بیا بالا ببینین کاوش عزیز از ما دفاع نمیکنه، کاوش عزیز در اندیشه و تفکر از ما دفاع نمیکنه، ولی من به دانش علمی هم یادم ایمان دارم. واقعا اینقدر که دانش دینی و علمی آدم داره، ما خوبی خیلی سفل ماندیم، خوب نفرها گریخته از کشش. بنابراین بحث ما ای است که شمایی که میگین طالب کافر است، بین جوابتون کاوش میده. کاوش در حالی که طرفدار ما نیست و خدا ناباور است، صحبه در تو میتونه طرفدار ما شاهی تو نیست، ولی چون معلومات دینیش بیشتر است با می مسلمان ها بیند ثابت کنن که واقعا بیند. بفرماین امشیر نازم، شهزاد عزیز با اجازه برو خدا حافظ. من اگه دو دقیقه اجازه بیتن، دو دقیقه اجازه بیتن صحبت کنم، باز من از لایف میرم، لایف به شما میمانم. اجازه بیتن دو دقیقه همیچون صحبت مرا قطع میکنه. دو دقیقه من خودم شخصا خودم میگم طالب 100% مسلمان است. به خاطر چی؟ اگه شما بیارین آیای قرآن که با علم آموختن علم دانش و مشکل داره با ما، مشکل بزن. داره صدا نمیه برای ما قطعه اصل میشه. خانم عزیزه صدا شما بسا مشکل داره، تأکید شده باشه یک آیا درست شد؟ حتما نیت من قد شد. دوباره خیلی رکویست کنه، دوباره خیلی میشنه. شهزاد عزیز اجازه باشه، شهزاد عزیز لایو امشب را به این شکل پیش میبریم. جمیل جان قادری به عنوان مهمان ویژه ما، آقای کاوش به عنوان مهمان ویژه ما و همچنان جناب غمخور که اصلیشان نمیدانم چی است به عنوان مهمان ویژه ما و خود شهزادم در این لایو به شکل ما بسیار دوست داشتم که دو تا بس صورت بگیره. واقعا خیلی خوشحال هستم که حالا سر خوردن. من امیدوار هستم که دوستا هم بیننده باشن، با اون که من نیم ساعت بیشتر دیگه داشتم. برای هیچ کس بالا نیارین که من میخوام برنامه رو تنظیم کنیم، هیچ کس بالا نیارین. دوستان عزیز فعلا ما یک بس رو ترتیب میدیم بین جان عزیز. بله من در لایف کنم دخالت ندارم. آقای کاوش و همچنان آقای غمخور این دو نفر مخالف سرسخت هم دیگر هستن از لحاظ عقیده. خواهر عزیز شما هم حرفت آخرین حرفایتان بزنین که ما یک مناظره بین جناب غمخور و کوژان ترتیب کنیم. من فقط عرض ما این بود که گفتم طالب واقعا از یک حکومت اسلامی حمایت میکنه و تابعیت میکنه و عملی کرده در افغانستان. بخاطر اگر میگه نه، امی دوستای علمای دینی ما
بیارن آیه قرآنی که بر آموزش علم او که اقرا بخوان معلوم نیست که دو چی را گفته بخوان. ما میگیم فقط شما آیه ای را بیارین که واقعا یک آیه ای باشه که بگویه شما را دعوت میکنم به آموزش علم، شما را دعوت میکنم ای که دانش بیاموزین و دانشمند شوین و تاکید به مهربانی کرده باشد، تاکید به ارزی کرده باشد که زن یک ارزش و بها داده باشد، چی دمو وعده بهش چی در دنیا. و اگر میگم که نه طالبان از دین حمایت نمیکنه، پس امی که زنا را اجازه درس نمیده و مگر ما و شما نمیگم که افغانستان 100% یک کشور اسلامی است، خود طالبای اداره داره، پس چرا زنا را میگه بدون محرم نرین بیرون؟ پس اونجا چی تهدید میشه زنا؟ یا که زنا را میگه فعلا موقعیتی را ندارن که برن در مدرسه درس بخونن، شرایطش نیست. اینمی را بر ما جناب قادری جواب بدن که شرایطی چی در افغانستان ایجاب نمیکنه؟ ما که مدرسه داریم، همه چی اجازه بدین یک دقیقه، همه چیز در افغانستان آماده بود و دخترات دانشگاه می رفتن، مکتب می رفتن. یعنی ما می خواهیم بفهمم ممیره، ما که میگم 100% طالبان اسلامی است، اگر شما میگین نه، پس امید ای که زنا باید خانه نشین شود، چی در افغانستان زنا رو تهدید میکنه؟ مگر طالبان نامده امنیت 100% نگرفته؟ پس چی شد که از دوره جمهوریت زنا بیشتر محدود شدن؟ امنیت زنا بیشتر در خطر است، زنا سیف نیستن که برن مدرسه، زنا امروز در افغانستان حتی سیف نیستن امام عمومی برن، زنا در افغانستان سیف نیستن تا آرایشگاه برن. پس اینا از کجا میاد؟ یک جمله یاد میشه، یک لحظه اجازه بدین سوالا رو با جمیل جان قادری کلش گرفتن هم میتونم. آقای قادری عزیز، در این درمی بخش که خانم سوال کرده، جناب غمخور یک کسی هستن که معلومات دینی فکر کنم که استاد دانشگاه شریعت بودن، ایشان میتونن که از لحاظ دینی همین سوال را پاسخ بدن و شما مگر خواستین از لحاظ سیاسی میتونن که به این سوال پاسخ بدین. ولی خواهر عزیز خیلی موضوع خوب را مطرح کرد. امیری عزیز، آقای کاوش عزیز و همچنان غمبخور عزیز، لطفاً بحث کاوش گرامی و آقای غمبخور عزیز گرامی را بگذارین کنار. دوست ما سوال کردن، من میره دو سخن جوابشان رو میتونم، لطفاً این را بگذارین، چون من سوال های دیگه دارم و او چیز خراب میشه باز. خب من ذهن خود یک چیز دارم که من میخواییم بحث با او شکل بشه. خانم عزیز گرامی، طبق آیات قرآن، اگر شما منکر قرآن هستین یا حدیث، او بحث جداست. طبق آیات قرآن، طبق قوانین اسلامی در افغانستان، مصلحت برمی است که فضا آنچنان از لحاظ ذهنی و اجتماعی آماده نشده که خانم ها برن آزاد بگردن. هیچ وقت طالبان نگفتن که ما محدودیت شدید وضع میکنیم که یک خانم حتما همراهش یک محرم باشه 100%. محرم را به خاطر گفته که جامعه خراب است. بگویم مثال ما برای شما ایرا بگویم. ببینین، در جامعه لوچک است، آقا پدر مادر است، لندغر است و اینها دیگه زورشون به کس دیگه نمیرسن، فقط به خانم است. و دلیل بسیار واضح داره، طالبان میگن که تا وقتی که امو، یک جمله بسیار معروف داریم ما و شما دیگه، شما باید با ما هم عقیده باشین دیگه، صد بار جمله را خودتون گفتین که میگه که والا حجاب تنها به زنها فرض نیست، مردان باید حجاب کنن. من بسا دقیق، من با یارف شما موافق هستم، باید زنای مردها هم حجاب کنن، این چشم لعنتی خود باید بپوشانن. ولی اینمی فرهنگ فعلا در افغانستان نیست. یک خانم را تا در جاده میبینن، چهار چشمه سرش تجاوز جنسی میکنن، با چشم تجاوز جنسی میکنن سرش. بنابراین تا این فرهنگ در افغانستان جا میفته، من خواهش شما ای است لطفاً بی‌قراری نکنین، آرام باشین. 20 سال را ما را بازی دادن، بدبخت کردن، حق ما را خوردن، کشور ما را فروختن، هیچ نشد. دو سه سال
سه سال هم نگذشتم ما و شما چرا در فرق فرق خود زده رسیم؟ ولی ما ایره برتون وعده میتونم ما از ما که در وطن پرست کسی باور بکنه پیدا نمیشه ما به سوق تابان داریم به خاطر وطن و به خاطر پرچم و به خاطر تمامیت ارضی. وقتی ما امروز به این نتیجه رسیدیم که اصل نیست همی طالب میتونه غم از مردم بخوره و همی کشور آباد بکنه با ما اعتماد کن. پس ما به این نتیجه خواهر نازنین ما بحث چیز نمیتونم یک مورد یعنی یک جمله را ما جواب اینا را که گرفتیم بگویم پس ما مایک شما بند است. مایک شما بند است. خب اینا رفتن پایان. این موضوع مکاتب بارها سوال میشه و گفتیم که در کل اگر بگویم این خواهر ما را که ما هم خوش نیستیم و اکثریت خوش نیستن. ما یک ویدیو را شهزاد نازنین دیدم شاید اکثریت دیده باشه در ژاپن به خاطر که در یک قریه یا در یک مسیر راه یک طفل میرفت به مکتب خط ترین کشیده بودن و در اوج جالب چی بود که ترین وقتی که استاد میشد از ترین فقط یک کودک پایان میشد که بره در خانش و استگاه جور کرده بودن در ژاپن. انال اینی خواهر ما فقط مد نظرش اینمی است که چرا در شهرهای بزرگ یعنی مردم نمیره. اما برای خواهرم بگویم که خواهر نازنین خودت مطلع نبودی ما مطلع نبودیم که در زمانهای سابق شام گفته مردم اگر مغالطه نشه 70% مردم افغانستان میخوانه ما نمیره. در قریجات نبود مکاتب نبود پوانتونا مدارس نبود خواهر نازنین، اما برای ما قسم نشان داده بودن که همه چیز گل و گلزار است و فعلا طالب و یا حکومت فعلی بار بار برای ما گفته در مصاحبه‌ای که انجام دادیم که باید در بام پامیرم بخیر امکانات ما فراهم کنیم، در بدخشانم، در قندارم، در فرارم. اتو نمیشه که این مسائل است که ما از بس کیر یاد کردیم بیخی ما خسته شدیم، اما مطمئن هستم که این بارم که بام خون دل سیاست درک کردیم خواهر ما بفهمه و مسائل زیاده را یاد کردیم در سالهای اول دمو وقتی که آمده بودن امارت در افغانستان. چیزی که مستند است ما برای شما میگم کدام گپ دیگه نیست که خوارج بعد رقم عسکرگیری میکردن و در بعض ولسوالی های افغانستان اینا گفته بودن که بی فرق بین جمهوریت سابقه و امارت فعلی چی نیست. اونمو پای پاچا بلند است و همچنان خواهر فراموش نکنیم که در سال اول امارت پوانتونا و مکاتب و تمامش باز مانده بود. از امی شاگردا خواهش میکرد بار بار که در بخش سیاست کار نگیرن. اینمی احمد مسعود باور کن که باعث بسته شدن مکاتب شده. اگر حقیقت فکر کنیم به خاطر 100-200 دلار در بخش پوانتونا اینا نفرایی که داشتن حجابا را یاد در دادن. وزیر تحصیلات عالی کشور میگفت حجابتان را مراحت کنه، اینا میدیدی که صبحش اینقدر بلند میکردن. هدفشان همی بود. اگر او کارم میکردن در یک سال پوانتونا باز بود آمدی گفتی که خیر ببینه. آل هم برتون میگیم که گفتن در تا امر ثانی منتظر باشین. پادری صاحب دور شده رئیس و انشالله که منتظر میباشه گذران میکنیم اکثریت فامیلای ما در ایمان بودن گرفته شده باشه. یا پادری صاحب گرامی اینا در بخش اسلامی این برادر ما مطمئن هستم لایفایشون اتق